جشنواره فیلم پروین اعتصامی ویژه زنان فیلمساز میگویند هفتمین دوره این جشنواره به دلیل نبود بودجه برگزار نخواهد شد. به گفته برگزار کنندگان آثار بیش از 800 فیلمساز زن قرار بود در این دوره از جشنواره به نمایش در بیاد. شش دوره گذشته جشنواره فیلم پروین اعتصامی فرصتی مناسب بوده است برای فیلمسازان جوان زن ایران که خب آثارشون رو بیارن. اما موضوع عدم برگزاری هفتمین دوره جشنواره فیلم اعتصامی دستمایه چند گزارش در برنامه خیابان زندگی شده است که گزارش نخست اون هفته گذشته پخش شده بود. دومین گزارش بهمن سقایی رو درباره نقش زنان در سینمای ایران با هم ببینیم. تجربه نشان داده بود مخاطبان ایرانی علاقه به تماشای فیلم‌های صامت ندارند. آنها به سینماگران هشدار داده بودند بر اساس سنت شنیداری تنیده در زندگی فرهنگیشان سینمای صامت بدون مخاطب خواهد بود. سینماگرانی همچون دکتر اسماعیل کوشان از مدیران میترافین و سپس بنیانگذار پارس فیلم این پیام را گرفته سینمای موزیکال فارسی را بر اساس سنت فیلم‌های مصری، هندی و هالیوود در سینمای ایران پایه‌ریزی کرد. ساخت فروز و فرزانه که بعدها طوفان زندگی نام گرفت محصول 1325 میترافیلم دکتر کوشان بود. فیلمی موزیکال با حضور بزرگانی همچون خالقی و استاد سبا به کارگردانی علی دریابگی. فیلم طوفان زندگی بیشترین بازیگران زن بودند. اینا اوشید و مهر اقدس خاجنوری همراه با نیکتاج صبری، زینت مؤدب، شوکت الوف، رقیه چهرآزاد از جمله بازیگران این فیلم بودند. اینا اوشید نخستین خلبان زن ایرانی بود که در شهریور 1323 توانست در باشگاه هواپیمایی دوری کامل خلبانی را بگذراند. اما تا آمدن دلکش خواننده جوان و محبوب آن روزگار سینمای موزیکال فارسی نتوانسته بود سینماروها را چنان برانگیزد که آنان تماشاگر فیلم‌های ایرانی شوند و سینمای فارسی را بر فیلم‌های هندی و عربی ترجیح دهند. فیلم شرمسار ساخته پارس فیلم با حضور دلکش سینماهای پایتخت و شهرستان‌ها را تسخیر کرد. پس از آن فیلم مادر آمد که بانو قمرالملوک وزیری خواننده برجسته ایران در آن به اجرای نقش واقعی خود پرداخت. فروش بالای فیلم شرمسار و مادر موج گسترده از ساخت فیلم‌های موزیکال همراه با رقص را در پی داشت. فیلم‌هایی همچون آخرین عشق، دزد عشق، گلنسا، ماجرای پروین، زن و شراب، افسونگر، ولگرد، نیمه راه زندگی و واریتی بهاری. در این میان خوانندگان زن بیشتری از طریق سینما به مخاطبان معرفی شدند. خانم پروانه نخستین بار در شب‌های تهران به هنرنمایی پرداخت. سالهای 1329 تا 1332 دوران متناوب نخست وزیری دکتر مصدق و ملی کردن نفت، گرچه سینمای ایران غیر سیاسی و در قبضه فیلم‌های موزیکال بود، با این همه اکران فیلم‌ها گرفتار اختلافات سیاسی روز شده بود. و خواننده‌ای پر احساس. بهمن سقایی، صدای آمریکا. بله، این گزارش ها ادامه خواهد داشت. اما همینک خانم نوشابه امیری، روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری نشریه روز آنلاین با من هستند. و شما، با درود به شما خانم امیری، میدونید که مقامات اعلام کردند که هفتمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی ویژه زنان فیلمساز برگزار نمیشه. دلایلش رو نبود یا کمبود بودجه اعلام کردن. خانم، مشکلات اقتصادی به نظر میرسه که بدجوری دامن سینما رو در حوزه زنان گرفته ها؟
سلام خدمت شما و تماشاگرانتون. اول اجازه بدید چون بحث هنرمندان زنه، من تسلیت بگم بابت به خانم فهیمه راستکار که همین روزها از بین ما رفتن و تشییع جنازه ایشون رو هم بدون حضور مردم برگزار کردن و پنهانی بردن دفنشون کردن، که یکی دیگه از جلوه های برخورد به هنرمندان ایرانیه. اما در مورد سینما که فرمودید، بله همینطوره، این جشنواره که داره چند سال برگزار میشه مثل بقیه جشنواره‌های دولتیه و طبعا با بالا پایین رفتن‌های دولت و برنامه‌های دولت یا بی برنامگی‌های دولت و بودجه‌های دولت و بی بودجگی‌های دولت بالا پایین میره. آخرین خبری که شنیدم ظاهرا یک صحبتی کردن با آقای وزیر ارشاد آقای احمدی نژاد و قرار شده برگزار بشه، ولی به هر حال خیلی وضعش روشن نیست این جشنواره که آیا خواهد شد یا نه، ولی به هر حال یه بخشش رو قابل فهمه به خاطر اینکه به هر حال مملکت بودجه نداره، برای فیلم ها هم بودجه ندارن، حالا چه برسه به جشنواره هایی که خیلی هم بر اساس اعتقاد برگزار نمیشه. اگر شما فکر کنید که همین الان بخش مختلف برنامه‌تون رو میشنیدم که نگاه به زنان چطوری هست و قوانینی که دارن علیهشون تصویب میکنن و تناقضی که اصولا در نگاه حکومت نسبت به زنان وجود داره، متوجه میشید که بودجه همچین جشنواره های قاعدتا میتونه جزو اولویت های آخر آقایون باشه و احتمالاً برگزار نشه. حالا بغیر از کسری بودجه خانم امیری، خود فیلم ها یا کارگردانان زن اون یا حتی بازیگراش تو این دوره میتونن مبنایی برای اتخاذ چنین تصمیمی باشن از توی مقامات سینما؟ ببخشید صداتون قطع شد. میگم بغیر از حالا مسئله کسری بودجه، حالا نوع فیلم ها، کارگردان های زن اون یا اینهایی که بازی میکنن، هنرپیشه‌هایی که بازی میکنن توی این فیلم هایی که قرار بود توی این جشنواره البته بیان به نمایش در بیان، میتونه مبنایی باشه برای تصمیمی که مقامات سینما گرفتن؟ ببینید جمهوری اسلامی همه چیزش پیچیده است، این هم میتونه عوامل مختلفی توش دخالت داشته باشه. من یه چیز کوچیک به شما بگم که یه وقتی آقای احمدی نژاد وزارت سازمان برنامه و بودجه در کشور منحل کردن، صدای آقایون هم در نیومد. چرا؟ برای اینکه نه برنامه دارند آقایون و نه بودجه ای قرار تحت نظارت قرار بگیریم. همین الان هم ظاهرا مملکت خب پول نداره، خیلی جاها پولا رو پرداخت نمیکنن، ولی شما فیلم سازانی دارید که در کنار مقام معظم رهبری میشینن و میلیارد هم خرجشون میشه، اما اون بودجه ها از جاهای دیگه ای میان. اون بودجه های به هر حال هیچ حساب و کتابی نداره. اما به این بخش ها که میرسه، خب همه به مشکلات مملکت از جمله بی‌برنامگی ها و نبود پول و بحران اقتصادی به اونجا تحمیل میشه. حالا به این اضافه کنید که نگاه حکومت رو به مقوله زنان، یعنی اگرچه اینو خودشون اول گفتن که این بعضی کلمات اصلا کارکردش از حکومت آمده، از استفاده ابزاری از زنان صحبت کردن، خب خودشون گفتن که استفاده ابزاری نباید کرد، ولی اتفاقا استفاده ابزاری میکنن، گاه یک نمایش کوچیک هم میدن که بگن ما به زنان احترام میذاریم، حرمتشون رو داریم، براشون جشنواره درست میکنیم فلان، اما در واقع تهش چنین اعتقادی وجود نداره، چنین برنامه‌ریزی وجود نداره و میتونه تابع و به هر حال متغیری از شرایط موجود باشه. زمینی که شما توجه کنید همین الان تعداد زیادی از زنان سینمای ما ممنون کارن، ممنون تصویرن، فیلمنامه هاشون دیده نمیشه و فیلم بخش زیادی از این فیلم هایی هم که تو این جشنواره شرکت میکنن با پول های دولتی ساخته میشن و تابع محدودیت های دولتی هستن. یعنی خلاصه یک آش شله قلمکاریه که عوامل مختلفی توش دخالت داره، مجموعهش همین میشه که دارید میبینید. بله، ممنون و سپاسگزارم از شما خانم نوشابه امیری به خاطر حضورتون در برنامه. خانم سپاسگزارم. خواهش میکنم.